سلام و درود به چنل یوتیوب یوسف باربر، خیلی خوش اومدین. در این ویدیو به شما ما آموزش کامل میدم که چجوری با شمع خط ریش برای مشتری بگیرید. لطفاً با من همراه باشید. فقط قبلش اگر هنوز مشترک چنل نشدید، چنل رو سابسکرایب کنید، زنگوله هم فعال کنید که ویدیو جدید گذاشتم اطلاع پیدا کنید. ببین دوستان، خیلی از مشتری ها میان و به شما میگن آقا خط ریش واسه من نگیر، این موهای گونه یا خط ریش رو با شم بردار. توی ویدیوهای قبلی من آموزش دادم چطور بند کنید اینو. حالا در این ویدیو به شما میگم چگونه شم بندازیم. اول اینکه شما باید بدونید که این خط ریش میخواد چقدر بالا باشه یا پایین باشه. بعد از اینکه اونو فهمیدید، میایید و اون جایی رو که قراره شم بندازیم به این شکل از بالاتر شمو میذارید. چرا از بالاتر؟ یهو شوره نکنه بیاد پایین. و همین جوری که دارید میزنید کم کم میاریدش پایین به همین شکلی که میبینید. دستتون هم یه حالت اینجا به این شکل قرار بدین که اگه یهو از دستتون در رفت بریزه رو دستتون، رو ریش نریزه. اگر هم روی ریش ریخت هیچ نگران نشید، یه تیکه یخ بذارید روش و این شم خشک میشه، بعد فشارش که بدید با موچینی یا با دستی پودر میشه میره. این هم یه تکنیکی خیلی مهم. میریم سراغ این قسمت. خودشو که گرفت زیاد نه شل بشه نه سفت باشه، نرمال باشه. نگه الان شله، این باید یکم دیگه بمونه. زیاد شل باشه مو کنده نمیشه، زیادم سفت بشه خشک میشه، وقتی میکنیدش پودر میشه و موی کنده نمیشه. شما باید وسط این دوتا، این نرمال باشه کنده بشه، نرم باشه ولی شل نباشه. یه مقدار که خودش رو گرفت میکنیم اینو. بریم سراغ اون قسمت صورت. این قسمت هم به همین شکل، ببین دستمو میذارم از بالا شروع میکنم شم میزنم و هی کم کم میام پایین تر و تا اونجایی که میخوام پایین میام. سعی کنید کم کم شم بردارید بزنید، یهو زیاد بر ندارید بزنید و شوره کنه روی ریش مشتری. کم کم که بردارید میتونید کنترل کنید. میایم سراغ این قسمت و ببینید من مخالف خواب مو شمع رو میکنم. ببینید قشنگ داره کنده میشه، مشخص مو. این هم از مو. حالا چرا مخالفش نزدم وقتی داشتم میزدم؟ چون این باله بلند بود و چون بلند بود دیگه لازم نبود مخالف خواب مو بذارم. همینجوری که روش زدم اینا کاملا داخلش گیر کردن. اینم برای اون دست افرادی که سوال براشون پیش میاد آقا شما چرا مخالف نزدین؟ به خاطر اینکه ریش بلند بود مخالف نمیشد، اومدم روی خود ریش زدم. این خطه ریش با شمه. حالا برای تنظیم کردنش میتونیم از موچین استفاده کنیم چون ریش بلنده، با بند دیگه نمیشه برداشت. دوستان عزیز، میم از موچین خط صافی رو درست میکنیم به این شکل. اگر موی جلوی این خط ما اومد میچینیمش. این هم خط ریش ما با شم. بریم سراغ اون یکی قسمت. اینجا هم میبینید خودشو گرفته شم ولی خشک خشک نشده، مخالف خواب مو.
موها رو کندیم. بچه ها من اینجا چون بد جایی ایستاده بودم اینجوری شمع زدم و یه مقدار شمع ما یه تیکه قشنگ در نیومد به خاطری که من جام بد بود. حالا میریم سراغ موچین و خط صافمون رو با موچین درست میکنیم. اینم از خط صاف ما. این تیکه شما هم اینجوری به همین شکل میتونید، فقط حواستون باشه با ناخون به پوست صورت فشار نیارید. خیلی آروم آروم اینا رو میتونید بردارید. اگرم لکی چیزی از اینا موند میتونید با تونر که برای تمیز کردن پوست صورت استفاده میشه استفاده کنید. تونر و دستمال یا تونر و پنبه این لکه ها رو پاک کنید. این هم از آموزش خطریش با شمع. امیدوارم که این ویدیو به کارتون بیاد و استفاده لازم رو برده باشید. لطفاً این ویدیو رو لایک کنید، کامنت بذارید و اگر هر ویدیوی دوست دارید که من بسازم در رابطه باش آرایشگری کامنت کنید، بگید آقا این ویدیو اگر ساخته باشم که میگم توی چنل هست، اگرم نساخته باشم که یه ایده به من دادید و اینو برای شما ساختم. خیلی مخلصیم، تا درود دیگر، بدرود.